بچه ها این طرف، بچه ها این طرف برین این برین بیان اینجا، برین اونجا بودو بودو دو ساعت پنج شهر می شود، بودو کیه اونجا ده؟ برین اونجا آقا بودو اینجا مجبوره کار خواهی بودم، برین Thank you.
خب جمعیت نیستن آقا. کجان؟ طلبکاری؟ نه، با آقای پاکزاد کار دارم. اگه جلب کسی رو داری، تا حالا آگاهی هم نتونسته گیرشون بیاره. برای چی آگاهی؟ مگه چیکار کرده؟ فامیل پاکزادی؟ دوستشم، همکار سابقشم. آدم حسابیشون همین رفیق شما بود. شامپوی تقلبی تو بازار پخش میکردن. حالا گرفتنش؟ بنده خدا پاکزاد که کاره ای نبود، آبدارچی بود دیگه. بهش میگفتن رئیس تشریفات. گاهی اینجا سر میزنه، وضعش هم بد نیست. کجا میشه پیداش کرد؟ آقای چرخه نواره؟ هر
تو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست، سخن شناس نه ای جان من، خطا اینجاست. دلبرا، دلبرا، به جای جان من دلبرا درست داره. عرض میکنم خدمتتون، سخن شناس نه ای جان من، خطا اینجاست. فکر نکنم. چرا؟ فکر بفرمایید. در حافظ ابوالقاسم قمی بابا مگه توفیریم میکنه؟ خود اون خدا بیامرز حافظم انقدر رو شعرش تعصب نداشت که شما دارید. ای آقا. درست آقا؟ بله. جدید الورودی؟ بله. از قیافت معلومه تازه بازنشست شدی؟ امروز روز دومه. زود پارک نشین شدی؟ چکار کنم؟ یه مسافرتی میرفتی، یه خورده به زن و بچت میرسیدی. زنم هنوز خبر نداره، بهش نگفتم. چرا بهش نگفتی؟ زنا از بیکاری شوهراشون میترسن. آخرش میفهمه، بهتره بهش بگی. هیچ وقت از حقیقت نترس. آقای پرتوی، قربونتون برم. چرا؟ من مالک این ملچه خرابم، حق ندارم خرابش کنم و از نو بسازمش. چرا حق داری؟ ولی اول باید مستاجرات راضی کنی. نه آقا، حقشونو بده باد را میان. سلام علیکم. سلام. آقا دستم به دامنه، میخوان خونم رو خراب کنن. کارشناس گفته باید یه متقب بشینی. بدشون یه نامه بذارین روش که تخریب نداره، بهش جریمه تعلق میگیره. جریمه؟ ندارم که بدم. کار چیه؟ بلیط فروش شرکت واحدم، چندر قاز حقوق میگیرم، ندارم. پای دماوندی؟ بله. پرونده رو بفرستین دادگاه، یه گزارش هم بذارین روش که وسعش نمیرسه. خدا خیرت بده، خدا عمرت بده. مرحمت کنین یه امضا پاش بندازین، مسئله حله. این ملک فکستنیه، داره میریزه. مستاجراش هم که به ظاهر بقال و سبزی فروشن. به علی پاش بیفته تریاک هم رد میکنن. یا باید بهشون سرقفلی بدی یا تعهد که بعد از ساخت بهشون مغازه بدی. سلام علیکم. سلام. بالاخره اومدی آیستن. خیلی خوب کاری کردی. محمد شاکر. سلام علیکم. بفرم بشین. انگار دیشب خوب نخوابیدی. مگه خواهرت گذاشت بخوابیم؟ بکشیم. تا صبح در گوش ما نق زد. نه این که آبجه ما باشه و والله زن خوبی داری. خیر و صلاحت رو میخوام. حالا بگذاریم. برام خوام واسه این که بانکو یاد بگیری و اونا هم تو رو بشناسن، یه تکبا برو بانکو این پولا رو بذار به حساب من. بگو من دوماد پرویز خانم. انشالله همین فردا پس فردا هم یه حساب واسه وام میکنم و یواش یواش راد میندازم. بفرمام.
خیلی مواظب باش. 400,000 تومان همین بغل سر چهارو بانک تجارت. شماره اسمم هم برات نوشتم. بگو آقای تفرشی صندوق داره، خودش میدونه چیکار باید کنه. برو اومدی ها. اومدی آجده؟ الو سلام علیکم آقای زرابی، چاکرم، خیلی مخلصم. دلار امروز چنده؟ چی؟ بک مار چنده؟ کهبا، خوشم تکیب و خوشم چطوری خبر؟ والا یه پولیمون جور کردیم و فلنگ و بخت. الان 2 هفته میشه که اومدیم. این چند روز هم دنبال یه ماشین تمیز میگشتم. بالاخره پیداش کردم اون آشش. آوردم که واسم بخری. مالی کی ها؟ من میشناسمش.
از اون پول داره میخواد بفروشه و در بره. چه میگه؟ حالوجاته. زد دارم زیر قیمت میخرمش. راستش خوره پول کم دارم. البته پول دارم و تو بانکه. بانک منو تعطیله. داری یه خورده بهم قرض بده. تو بمیری ندارم. از صبح تو معامله نکردم. چه ساعت بازار خبری نیست. این روزا کسی دیگه ماشین نمیخره. خط ویژاس همه با اتوبوس میرن و میان. و یه کاری باستم بکن. چیکار؟ سرش گرم کن تا من خیلی خوب مثل بعد جور میکنم و میام نوکره باشه؟ شاکر جاتم جلدی بیا یا نرکاری بارا بابا نوکره بارا بابا پس دوباره همکار شدید. السلام علیکم. السلام ارادت رئیس الوزراء. این دفعه رو دیر اومدید. بیسک به بیسک سر ساعت 6 صبح دم بانک منتظره. بعد خور نداره. میدونیم اومده قاطی خودمون. خب آقای مدیر کل چی کارا میکنیم؟ چی بیکارم؟ چیزی که فراغونه کار؟ تا چه کاری باشه؟ شما چه کار میکنید؟ من که یه معاملات ملکی رو انداختم. حقوق یه سالو تو یه هفته در میارم. بله. عجب. اینم شد کار؟ چشه مگه؟ ملک اجاره دادن کسرشنه. بعد یه عمر درس خوندن و جون کندن تو اداره با اون پست و مقام فکر نمیکنم صورت خوشی داشته باشه. بلکن بابا این حرفا رو. پول کجاست؟ پول؟ آقا برو تا سر. خیلی خب بابا، جای من پشت اون آقاست. شما که الان اومدی؟ نه رفتم. تو چی کار میکنی؟ تلفن کنم. من والا توی شرکت کار میکنم. مواد بهداشتی تولید. اگه تونستم یه کار خوب واسه جور آقا سفر رفت، برو جلو. خیلی خب، مد قطار نیست که بهش میرسی تو هم. میشه که بیکاری شما راه مردم رو ببنده و باعث زشتی و کثیف شدن و شلوغی خیابونای شهر بشه. به هر حال ما امیدواریم این دفعه که از این در بیرون رفتین برین دنبال یک کار آبرومندانه که مزاحمتی برای مردم ایجاد نکنه و دیگه هم شما رو اینجا نیارن انشاءالله. خب کسانی که اولین بارشونه ازشون تعهد گرفته میشه، ولی اونایی که سابقه دارن میفرستیمشون دادگاه تا دادگاه تکلیفشون رو معین کنه. به هر حال امیدواریم همتون متوجه شده باشین که پیاده رو محل عبور مردمه، نه جای پهن کردن بساط. والا تعرض به حقوق مردم هم شرعن هم عرفن خلافه. مروتون سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. چرا صده مبر کردی؟ روی اجبار جناب رئیس. عرض کردم خدمتتون الان 10 ساله که بیکاره. 8-9 تا هم بچه قدانیم قد داره. این دفعه رو به خاطر ایشون که برادرزن آقای پرتوی ناحیه 5 هستن میبخشمت، اما دفعه دیگه از این خبران نیست تا نه دیگه. میبرمش پیش خودم آقای رئیس، میبرمش تو نمایشگاه، همین جوری به پلک. بالاخره یه فرمای زندگیشو راه میندازم. نه
من خارج آب و برق و لباس و خود خوراک چی میشه؟
باشه. بابا یه بیچاره من افتاده تو زندون، اون وقت میپرسین چی شده؟ یه جوری حرف میزنی انگار تقصیر منه که تو درد سر افتاده. پس تقصیر کیه؟ مگه شما نبوده که با چماق تو سرش میزدین که بره پادویه اون داداش حق بازتو بکنه؟ هممون مقصریم مادر، هممون. مگه من اون شوهر تازه به دوران رسیدم نبودیم که از صبح تا شب مثل خوره به جون بابای بیچارم افتاده بودیم تا بره جاده صاف کنه اون شرکت ساختمانی بشه؟ من، شوهرم، دایی، از همه بیشتر تو مقصری. من که چیزی ازش نخواستم، تا حالا هم که با دار و ندارش ساختم. دایی بیچارت هم که 1,000,000 تومنش رو هواست، تو همین یکی دو ماه کم لقمه تو سفرش گذاشت. منظورت همون لقمه یه که گوشه یه زندون گلوی بیخبر از همه جاشو گرفته و داره خفش میکنه؟ کاش به جای اینکه اینقدر سنگ داداشتو به سینه میزدی یه خوردم به فکر شوهر بیچارت بودی. بس دیگه، اینقدر کارت به جگر من نزن. اون که از بغل پدر من سودای کلون کلون میبرد حالا کجاست؟ کجاست تا از زندون درش بیاره؟ فقط فکر منافع خودشه، هیچی براش بیشتر از این اهمیت نداره. هیچی تازه رنگش دارم. چه شاهین؟ چنگه تو همه؟ جیگرم رو خون کرده داداش، تازگی ها بد اونوقم شده. فشار زندگی، اون دوگاه من یه پایان کاره. 2 متر اسلحه دارم، بهش بگو پول خوبی توشه. باشه، اما حالا جاش نیست. بذار باشه بعدم باش صحبت میکنم. همون مرم داشته باشی ها. قول میدم که سر ساختمون براتون جبران کنم. نه دیگه، اونو با این قاطی نکن. اون سواست، اینم سواست. کی ساده است؟ اون را رفتن تو خود انگورای آفریقا هم بیده نمیشه. بچه یا چی؟ بذار اون توی اون آدم شه. سیما؟ غلط کرد به من چه؟ مگه تو پدرش هم من میخواد؟ مثلا چی میگه؟ Thank you.
آقای شاه، یکی دیگه Yeah.
آقا حرکت
تحصیحات تو نشون بده برای کرده عرض کنم آقای پرتوی، بند 15 سال بازنشسته شدم. وقتی حکم دادن دستم حس کردم کارم تموم شده است، باید در انتظار مرگ بشینم. فکر میکردم دیگه به درد هیچ کاری نمیخورم، تا اینکه اومدم اینجا. بار اول به خاطر پسرم، سرم رفته بود سفر، بعدها برای نوام و حالا هم همونطور که ملاحظه میکنید برای همه بچه ها. کار قشنگی دارید آیا اصلانی. همش که آدم واسه یه شکمش کار نمیکنه، یه چیزای دیگه ای هم هست میدونی. رسیدگی و توجه به حال بچه هایی که مردای آینده هستن کار بسیار لذت بخشیه. من از دفترداری شروع کردم، حالا هم رئیس این انجمن. بله دنیای غریبه، به سرعت جامون خالی میشه و این بچه ها جای ما میشه. ولی چرخ هیچ وقت خالی نمی کرده. بله دفتردار انجمن در حال حاضر کیه؟ دوست داری تو باشی؟ دوست داری؟ تعارف نکن، بعدم هم نمیاد. من ترتیب کارتو میدم، فقط یک مسئله هست، اونم اینه که نبودن همسرت ممکنه در فکر و روح و احساسات بچه اثر بدی بذاره. شما از کجا خبر شدید؟ خب بچه هست با دوستانش درد دل کرده. وایستدین همه چیز حاضره آقا جان. سوار شید بریم. سوار شید. باشه بریم. بفرمایید خانم. بریم.